سلام بر همگی، سلام بر دوستان عزیز. در ابتدا میخوام درخواست کنم به خاطر اینکه درس امشب، کلاس امشب، شیور امشب میشه گفت تکامل اون فکری است که ما از صبح از کلاس دعوتونا و بعدم اون یک ساعتی که گذاشتیم برای تعریف کردن و مقدمه برای کتاب شموت و پرشای شموت و اونجا شروع کردیم یک پاسوکی را از تورا از پرشای شموت، منظور بر این که ویومر علاو ادونای مزه بیدیخا. موقعیست که موشه ربینو برای اولین مرتبه است الان یک دفعه اصلا موضوع آمدن به مصرایم زیاد صحبت راجبش نمیشه، ولی یتیات مصرایم خیلی زیاد. ولی قبل از این که الان میبینیم که زمانی هست که اسم یوتیوهی معرفی میشه، اینجا زمانی است که موشه که میشه اشدعت کاونسایی زیرمپین بالا مترونتا امون هشم، اسمش از الان شروع میکنه به واقعیت پیدا کردن. به ذات هشم موقعی که برخای این کتاب شموتو میگیم، نیروی جدیدی الان دوباره اکتیویت شده، یعنی به شروع کرده دوباره تاثیر بذاره، به خاطر اینکه اسم هوایا کادوش یوت هی و فی، اسم الف هی یوت هی، اسم موشه، همه اینها اسمهایی هستن، شموتی هستن که شروع میکنن اون قدرت درونی رو به ما بدن که آمادگی این رو پیدا کنیم که با کلی فراوان، نیتوتهای بیرورهای فراوان یتیت مصرایم، یعنی این که اون فرصت رو پیدا کنیم که بیشتر اور تورا رو بیاریم توی زندگیمون. با آوردن اور تورا موفق بشیم بیشتر نشمای خودمون رو، همینجوری که صبح تعریف کردیم، بیشتر و بیشتر در این وجود مستقر کنیم و به این وسیله به اون تکاملی که برای ما تعیین و تکلیف شده به نحو احسن دست بیابیم. گفتیم موقعی که موشه رفت پیش خدا، پیش بالا، پیش خدا، یک جوری قدرتی میخواست که بفهمه این سیستم تیکون اسرائیل چیه، خدا از اسرائیل چی میخواد. امروز صبح تعریف کردیم که اسم یعقوب فقط اسم یعقوب نیست، یعقوب یک فور فیز زندگی آدمه، چهار فاز زندگی آدمه. فاز زندگی روزانه یه آدم شروع میشه از اسم یعقوب. یعقوب یعنی خود انوه که دوشه و برخه، این طریقت اسه که تو راه، این راه زندگی تو راه. واسه این کیا هستن به اسم بنی اسرائیل، چون باید فرق بین عام اسرائیل، ارب راب و بنی اسرائیل، فرق بزرگیه، فرق بین دعت اسرائیل و بنی اسرائیل. بنی اسرائیل گفتیم اون کسانی هستن که قبول، نه تنها قبول کردن، الا راه زندگی خودشون رو کردن طبق این چهار فاز یعقوب. چون با رفتن راه یعقوب که میشه ال تولدوت یعقوب یوسف و ال صحبت از یک نشمایست که روح و نفش تولدوتشه، میرسونه ما رو به تکاملی به اسم اسرائیل. خداوند سه تا اوت
یکی این که به وسیله مته که میگه بندازش رو زمین، یکی که دستی رو که میگه بذار زیر بغل و زیر اوت سوم اینی که آب رو تبدیل به خون میکنه. سه تا اوت. البته پارسال درست سر این قسمت صحبت شده، ولی چون این مطابقت میده به درسی که در تلمود سفیرات میخونیم و غیره، لازمه که یه تکرار بشه. در ضمن من مرور کنم با شما که این برنامه می و ال، برنامه شیتوف دینیم اولام نیکودیم چیه. قبل از این که بریم توی مخسوف لبن صفحه 191، راجع به این ستا اوتی که خداوند به موشه یاد میده که این هدف و چگونگی و عملگر چیه، که میدونیم راز گویه، حرف گوی، گوی گیمل و ویود، گوی صحبت میکنه که اول با سه تا انرژی شروع میکنیم، نتخ و یسود، بعد وابش این سه تا تبدیل میشن به شش تا، به واک این کتنوته، بعد این یک گدلوت ریشونه و این واب بعد به تبدیل میشه به ده تا، به یود، و این یود تکامله، یک تکاملی رو، سه فازی رو طی میکنه و یک تکاملی رو به نتیجه میرسه. این راز حرف گوی بود، همجوری که تعریف کردی. این گوی صحبت میکنه از سه تا اوتی که خداوند تو تورا به موشه نشان میده، طریقت تیکون یک اسرائیل بود. قبل از این بخوام یک مروری کنیم. موقعی که میگیم به خاطر این که ملخوت علل بینه، یعنی گفتیم که موقعی که ملخوت علل بینه، یعنی بینه ملخوت خخماست، نکبه عینیمه، نکبه عینیمه، یعنی چی نکبه عینیم؟ به چی میگیم نکبه؟ امروز صبح گفتیم ایش چیه، ایشه چیه. اون کسی که دهنده است ایشه، زخر ایشه، ایشا گیرنده است. پس اونی که میگیره از اونی که بالاشه، اونی که بالای زخره، اونی که پایینه نکبه است. پس همین جوری که بدن از سر میگیره، ولی بدن هم هست که خون میده به سر، هر دو لازم ملزوم یک دیگرن. چون اگر بدن نباشه خونی تولید نمیکنه که به سر بده. موقعی که میگیم کتر، موقعی که میگیم ملخوت علل بینا و تقسیم میکنه بینا، این موقعی است که گفتیم اویوت الفه، اویوت الف یعنی زیرمپین، یعنی روح، و هیتلپشوت بت، این موقع است که ملخوت علل نکبه نایم. اینجا یک دنیای نقطه‌ای درست میشه. چرا دنیای نقطه‌ای؟ دنیای ما درست شده ریشش از نقطه، همه چی از یک نقطه‌ای شروع میشه. همینجوری که صحبت کردیم، دنیای نقطه‌ای است، دنیای خطی است، همه چیز از یک نقطه شروع میشه، مرکز هر چیزی یک نقطه است. بعد از این که خداوند الگوی یک آدم رو در یک ستونی تعریف میکنه که از گلگل تا شروع میشه، خط این آدمه شروع میشه از گلگل تا سرش، از که انصفه بس میشه تا میاد، گفتیم علام حده، به این میگیم گلگلتا کتر آدم کدمون.
واقعا آدم تعریف میشه تو این خطه. این بیت چیه؟ این بیت تولدای کتره. کتره آدم چیه؟ آدمی است که توی دنیای فکره. این بیت چیه؟ اون چیزی که تولید شده از این فکره. برای این بیت پرسوف این بیت گوفه آدم رو نمایان میکنه، تنه آدم رو معین میکنه. پس این بیت چیه؟ تنه. موقعی که میگوییم، موقعی که ملخوت میره بالا، دو تا کلی بیشتر نیست، کلی کتر و خخماست، یعنی کلی گلگلت هست و این بیت. تعریف واقعا شده تو گلگلتا، ولی این بیت اون گوفیست، اون گوفیست، اون بدنیست، اون تنیست که نمایان میکنه، لیبوش میشه برای تن اون آدم. تنه آدم رو کی نشون میده؟ تنش رو، گوفش رو، این بیت. روش گلگلتا رو نمیگیره، فقط تنش رو نشون میده. موضوع تن چیه؟ تن ایشاست. روشه زخاره، هرچی که این تن میگیره، این بد میگیره، اکی میگیره؟ از کتر میگیره. حالا توجه کنید، موقعی که میگوییم کتر و خخما کلیاش هست، ولی اوروتش نفش و روحان، یعنی چی این حرف؟ نفش موقعی که میاد توی خخما، روح موقعی که کلیه کتر و خخماست، دوتا اور بیشتر نمیاد، چون هر وقت کلی باشه اورم میاد. چون دوتا کلی داریم توی روش به اسم کتر خخما و اوزن خوتم په، چون ملخود رفته علال بینا نمیذاره نور بگیره، به عنوان چیان؟ به عنوان نقوان، برای اینکه اور ندارن. و چون اور ندارن، کلی هستن که اور میخوان، گیرندن، به اونا میگیم گوف. گیرنده میشه ایشا، گیرنده میشه اون تنی که میگیره از اون روش. اون روشه یک کتر و یک خخمست. چه اورایی داره توش؟ فقط اور نفش توی خخمه، اور کتر تو اوری که توی کتر، اور روح. حالا توجه کنید خواهش میکنم، نقطه ایست که خیلی وقت میخواستم با شما راجبش خوب صحبت کنم. البته تا اندازه امروز صبح صحبت کردیم، ولی ایزه بدین بریم تو عمق مطلب در مورد خلقت آدم، چون من بعدی آدمه رو بفهمم، چون این آدمه توی گلگل تا از اول تا آخرش نور انصاف تعریف کرد که طبورش کجاست، قلبش کجاست، هم این آدمه را ساخت. واقعا درسته که عملا هنوز آشکار نشده، ولی در دنیای ایگولین این آدمه کامل ساخته شد. آخرت این آدمه هنوز معلوم نشده، ولی این آدمه به تکامل رسیده. پس خلقت چیه؟ خلقت آمده که این آدمه رو در سه دنیای بریای، تیرای و آسیا که دنیای اختیار، جزئیات، نکودیمه، بتوانه به تکامل برسونه این آدمه رو. نگاه کنید به آدم. اگر بریم توی کتاب برشید الف پاسوک کف زین، و ایبره الوهیم، و ایبره دنیای بریا، من دنیای اتیلوت نیستم، دنیای بریا، و ایبره الوهیم، الوهیم دنیای بریاست، ات ها ادم به چلمو به چلم الوکیم برا اوتو. پس یک چلمی هست، یک فرم و شکلی هست که خداوند به اسم چلم خودش، چلم الوکیم، در دنیای بریا از من ساخته، وجود داره.
این شکل و شمایلی که باید داشته باشم، روش هشنه زمان هوشن ربا که من خطیمه دوم رو گرفتم، اون سلم من مشخص شده، اون کسی که باید باشم تعیین و تکلیف شده، دینش داده شده بهش. این در این روش هشنه است. بریم جلو. بعد چه اتفاق میفته؟ بریم از روش هشنه میایم جلو. چون روش هشنه شروع کردیم کتاب تورا برشید رو بخونیم. بعد میایم توی برشید بت. از الف میایم توی بت. یعنی از کتر میایم توی خخما. بریم پاسوک زین. ויצא, יצא, בריאה ניסית, יצירה עשית, דוניה אפור, דוניה אישה, ויצר אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, המתוש רחמים אז המתוש דין, הם רחמים, הם דין. את האדם אפר מן האדמה, אפר מן האדמה, אז חוק האדמה דורוסקר, כרד, עושים את גרביטי داره، جاذبه داره، قدرت کشش داره. و ایپخ به افو نشمت خاییم صفه ایتباد خودم، اون سلمی که بهش داده طبق اون سلم اینجا درستش میکنه، چون خودم ختیمه رو که اوشان را بعد دومیش رو میگیریم، اون تکامل سلمیست که خود ما تعیین کرده، یعنی اون درس و کتابی که تعیین کرده که من در عرض سال به فرجام و نتیجه برسونم. واسه اینه میگه یپخ بفا نشمت خاییم. خیلی مهمه نشمت خاییم. برگردیم کتاب الف پاسوک کفت الف. ויאמר אלוהים תוציא הארץ נפש חיה. דנילוי ראובות בסמן נפש חיה. ינצי נפש חיה. שום שורו האדם דורס שורו שזה אז נפש חיה. חיה יעני היוון. היוון הוא בשמיגים חיה. חי, היי, חי. ג'ונדו. נפש חיה. یعنی چی؟ کلی که داره خیه است، ولی اوری که توشه نفشه. موقعی که آدم نگاه کرد به درخت، نگاه کرد چه اوری نگاه کرد؟ اوری نفش. چون تنش درست شده بود الان، و چون تنش درست شده بود اور نفش و روح توش بود. آدم لول روحه، تو کتره، ولی نفش گوفشه، ایشاشه. اون گوفه است که تکامل رو به وجود میاره. میلوی آدمه، هوایی که باعث تکامل آدم میشه. آدمه تئوریه تا اینکه تنش کامل بشه، مجازیه، هست ولی نیست. واقعا تلم من هست، کلیتی که من چیزی که باید باشم تا این تکلیف شده رو ششنم هست. من باید به اون شکل وجودم رو در بیارم. کتر روحه، کتر وصل نیست، از روح از کتر میاد، ولی رابطه کتر و خخمه اینی که خخمه رسول کبل نداره، ولی نفشی که توشه اوره نعیمه.
اوره عینیمی که نگاه میکنه به اله به الف لمد هی، اوره عینیمی که نکودوت رو مشخص میکنه، دینیم رو مشخص میکنه، چون هر نکودایی دینه، نگاه میکنه به اوروت اله این چشم، ولی عدید کی؟ عدید نفش. این نفش خاصیتش چیه؟ صفتش چیه؟ رسول لکبل. خخمه اون نیرویست که رسول لکبل درست میکنه و درست میکنه که بتونی نورش رو بگیری، ولی نمیتونی رسول لکبل بگیری، نمیتونی اور خخمه بگیری تا کلی خسد رو درست نکنی. پس ال رو درسته که نور تا از نور اور نفس عینیم اور عینیم میگیری در ابتدا برای تکامل ال، برای تکامل ال، برای تکامل ال کی میسازه این ال رو؟ نفس اور عینیم. و واقعا من توصیه میکنم که گوش کنیم به دعت و تبونه و اون ساعتی که راجع به این پارشا صحبت کردیم. واسه این موقعی که خیار رو درست کرد، اومد به خیار رسید، اینجا دمید نشمد خی، یعنی خیوت بشتاد. بریم موقعی که خوار ساخت، میگوید به کل اشر یکره لآدم نفش خیه و او شمو. پس نفش خیه کیه؟ حیوان کیه؟ آدم. هم آدمی که به این میگیم کتنوت، به این میگیم کتنوت، به این میگیم موقعی که فقط سه تا سفیرا نتا خود یسود، به این میگیم کتنوت، به این میگیم یعقوب. نفش خیه هو شمو، یعنی کلیش رتونش نفشه، اور نفشه، ولی تو کلیه خیه. و اکره آدم شموت لکل هبهمه، خودش حیوانه، جانداره، همه حیوانه رو میشناسه. و لعوف شمایم و کل حیات سده لآدم لو مצא عذر کنگدو. چی نگاه کرد؟ چش، اور چشش به همه نگاه کرد. اینجاست که خدا مخابش میکنه روش هاشانه. و تیردمه على آدم و یشم و ایکخ خد میسلاتم و ایزگل و سر تختم. خیلی خوابش کرد، یه استخونش در برد و خاک رو گرفت و بسار درست کرد، گوش درست کرد، فرمش داد. و یوین ادونای الوهیم، هم ادونای هم الوهیم یوین ات اצלע אשר לקח מן האדם לאישה. שוד אישה. خدا نباید نفس به این بدی؟ این چجوری زنده است؟ چگونه زنده است؟ نفس ندی بهش. لאישה گوف، بدن بیدار شد، احساسات بیدار شد. و یبو ال آدم و اووردش پیش آدم و یومر آدم و آدم گفت زود اپم اتم می اتمی بسر می بسری. یه ایشای دیگه نیست، این آدم ای که آگاه شده از بدن و تن خودش، از وجود خودش. حالا این تنه چیکار میکنه؟ از این چشه استفاده میکنه. این چشه زیر کنترل کیه؟ روحه. یسرشه. این یسرشه. این یسره چجوری نگاه میکنه؟ آدمه به چی نگاه کرد؟ نفس حیاست.
روی روح نگاه کرد. آیا رفت به کدوش بارخو بپرسه کدوش بارخو این حرفی که این نخشه میزنه درسته؟ این سواله رو کرد؟ نکرد. با چی رفت؟ با خواسته تنش، نه با خواسته عقلی، با خواسته تنی که الان تازه به دست آورده، شناخته. اول کار این نقطه اینه که فرقی که بین خواب و تورا تعریف میکنه و ایش و ایشا، گفتیم در دنیای بالا اینا اخده، ایش و ایشا، نفس و روح، همه اینها زخر و نکبه با همه. ولی موقعی که میان تو دنیا، اون ایشایی که واقعا من مکمل منه، مکمل منه، از من جدا میشه تا اینه که لیاقت پیدا کنم دوباره با سولمیت خودم، با اون ایشایی که واقعا مکمل منه یکی بشم. و این بستگی به من داره که چگونه اون خوی خود و نفس خود رو تربیت میکنم و عادت میدم که به راه تورا بره. و واقعا نمیخوام درسایی که دیگه صحبت کردیم امروز تکرار کنم. پس بریم سر عرب ابو خطیر مخصوف الوان صفحه 191 پاراگراف دوم. هشلوشا او دوتا اله، این اوتوته تکامل ال رو به ما یاد میده، این ستا اوتی که خداوند یاد میده به مشه. ال یعنی این ال کیا هستن؟ شروع میشن از چی که من به این ال رو به تکامل برسونم که بشه وست بشه به یود من که بشه الوکیم، اینجوری که یاد گرفتیم که نگه در نتس خود یسود. اول شروع میشه با نتس خود یسود و خسر گبوراوتی فرد و مذرد میخوام که نگد نچخ و هد به یسود و خسد گبورا تیفره خخمه بینا دعت زیرم پی. این ستا اوتی که میده تعریف میکنه نچخ هد یسود، خسد گبورا تیفره، اوت دوم، اوت سوم خخمه بینا دعت. اوت اولی که فقط نمودار نچ خود یسوده، صبح صحبت کردیم موقعی که خداوند گفت این تو دست چیه؟ عصا. گفت مته، مته رو انداخت رو زمین، دید تبدیل به نخش شد، ارض. پس صحبت میکنه که در قسمت ارض، در قسمت نچ خود یسود، کتنوت نخش هست و خطر این که خیتسونیوت رو آدم غلبه کنن بسیاره موقعی که ما در کتنوت هستیم. لهودیا شاید اخشاب های خسرین و اخشاب شهیگی از من کتس، یه تا به حال کسری وجود داشت، کتنوت بود. چرا بودن تو مصرعیم؟ تو مصرعیم ایویده تو دنیای جهل و نادانی و تاریکی، مثل یه غلام. موقعی است که تو نت خود یسودی شهیگی از من، و موقعی که زمان میاد و تموم میشه باید به یک تکاملی برسه، نشلمیم و اروت هزه هرشونیم شلحمتا هو کنگد نت خود یسود بهیوتم تلعت گب تلعت و این تلعت گب تلعت هو کتی. تا مادمی که نت خود یسود باقی میمونن به این میگیم کتنوت، کوچیکر هگمو. یعنی چی؟ تا مادمی که من بسلم به این دنیای خاکی، به این لذتهای این دنیای خاکی، تا مادمی که فکرم فقط اینه که چگونه لذت ببرم، چگونه آدم خوبی باشم، تو این تمام برای لذتهای این دنیای خاکی و فقط فکر و ذکر و خیرم این دنیای خاکی و هیچ کاری به روح و نشما و دنیای روحانیت ندارم، این کتنوت همیشه در خطرم.
تو آگاهی ندارم. و اخیزت حخیتسونیم به تو که به شعش امر اکدوش برخو لموشه مزه بیده خم כוונה יתברך היא אמר למשה, מה אתה חושב עכשיו בעת הזה? מגיע תו יקסוני, חודבן במשה גבו, המי אלן צ'יפק מקומיתו, בואי סדי פי שמען, דרי במה הרף מזני, צ'יפק מקומי, דלון לך זה. כיצד שהוא זעיר אמפי, ופק מכר, כברנומה ברנומה זעיר אמפינה, הושיב משה עכשיו אני חושב שזעירנפין הוא תלת גב תלת. בוא עלה אלן זעירנפין, אלן קטנה, מה פק מקונן כנצח עוד יסוד קטנות יש. כמו הוו שבתוך ההה. אם נסוב יד גרפתי. נגעו קונן, יוד, חוכמה, מילוי שמישי יוד ובדלת. מילוי יוד כבב דלת היית כלי דורס מכונה בעצמי היי, הדלת ובב. זאת דלת ובב יהי משה. פס היי ורען, אז כשי מיד, אז יוד מיד. אז מילוי יוד. ואת תוכות מילוי, תוי היית שיהיה יבב ודיגס. יבב, כי יבב, אז יהיה מיד משה ובב יוד היי ובב היי. که این وابه چکار میکنه؟ یه این هیه رو که دست راسته و پنجتا دست راسته به این پنجتایه وصل میکنه به وسیله چی؟ به وسیله یه واب که بهش میگیم گوف یعقوب یوسف این دوتا رو به هم وصل میکنه و سینه میگه کمانت دید برخ و امش موشه مه تا خوشه بخشب به اتزه؟ כיצד שהוא זעיר אמפין והושיבו משה עכשיו אני חושב שזעיר אמפין הוא תלת גב תלת הוא עשה את הנירו דורשרי כדרון עשה את הנירו הדיגס והבב שבתוך ההי ואמר לו הקדוש ברוך הוא כך האמת כשיהיה כך הזעיר אמפין זהו תוקף החיצוני והאחוזים וגם אורי כזה ירמפין, תעמודו מכה, תקטנותה, מורד החתרה, כבירון, קליפה, אופת בג'ונש בחורה. גופתם זה ירמפין, דר יהיה כלי מיד בסמי תפרת. תפרת יעני בלנס, זיבוי. זיבוי. תפרת, תפרת, זיבוי. هر چیزی دون دایه آفتی داره. آفت زیبایی گفتیم تعصبه. هر چی تو زیبایی تعصب پیدا کنی زشتر و بدتر میشی. خرابتر میشی. زیبایی این که توش بالانس باشه. نه تعصب. اینجاست که میگوید که زیرمپین هو توک فخیتسونی و اخیزت هم. پس زیرمپین موقعی که کتنه زیباست بسیار زیباست اونجاست که در خطر لفیکخ عمل لو هشلیخه و عرصا بندازش روی زمین و ایشلیخه و عرصا و انداخت زمین و یه لنخش و یه دفعه نخش تبدیل شد به نخش و ینوس ماشه میپنه و او دیان دعت شیه זעירנפין, תעלת גב תל, זהו תוקף החיצוני. ואינג'ור חודבן בש נשון דעת. כתאום אדם היא כתו אין דוניה באשי, נחש תור מי כשתו דוניה יקליפה או תאריקי או דעת. תאריקי בתממנה. ינחת, כחס לשלום, חס לשלום, חס לשלום. עדיק בש, מוטוד בש. שזה כבדה. خودش هم میدونه بده خودش هم میدونه هر دفعه که این کار غلط رو میکنه بیشتر و بیشتر به وجود خودش صدمه میزنه ولی من قدرت این رو نداره که بگه نه چون غلامه بنده عادته و چون بنده عادته
آزادی نداره، اختیار خودش رو نداره، عادتش که خویشه او رو غلام کرده، نفسش رو غلام کرده اون کاری رو بکنه. این خوی بد خبیث میخواد. را ادامه میدهد، میگوید خداوند به کدوش برخو به موشه اینجور میگوید اخشاب شیه از من کت، الان دیگه کتنود بس، با تیکون نتخوت یسود، بعد این نتخوت یسود به تکامل برسه به زیرم پین و دخیات خیصونی میه و باید اینا پاک بشن، باید این عادت میترین، عادت نون گدایی خوردن از وجود آدم در بیاد، عادت اینی که لذت این خاکی، بعضی وقتا اون لذت هایی که به خصوص کدوش نیست، راحت شدن از اون عادت های زشت بسیار مشکله. اینجاست که یتیاد مصرایم رول بسیار مهمی توی تکامل یک نشامه اسرائیل بازی میکنه. با تیکون، الان وقت نتخود یسود، تیکون نتخود یسوده و الان تو ماهای نتخود یسود هستی، پیوت شوت و یه و یسود ادر تیکون کتنید. قد میخواستم این رو با شما، چون این کتنید هست که یک قدرت پیدا میکنه، وصل میشه به یود هی و هی موشه ربینو به کبنسایی ابراهام ساق یعقوب پتیخت یم سوف יד גדולה, יד חזקה, יד רמה. אביר נומדן, דעת. דעתי, הסטוריקי, יאוגוהי, יד נורי, יד בירון. יד זרפי, יד קטנה. פרד נצחות יסודי. יציאת מצרים. קטנותי. الان زمانی که شروع کنیم این نتخود یسود رو آماده کنیم، خیزوک بش بدیم، میشوم شیکی عمل رو شلخ یدیخه و اخوز به زنبو. سین اینجا میگوید بگیر دستتو، با دستت بگیر اون دم بشو و اشلخ یدو و ایخزک بو و دستشو فرستاد عمل کرد. یعنی چی دستشو فرستاد؟ گفتیم دست یکیش گدوله، خسد، חזק גבורת רמה תפארת. ביד חזקה דח זר בזד בפרעון. יד גדולה דריה רו באז כאן. יד רמה ישראל עובר בי. ויהיו למטה וכפו וזהו דיהו. ונתקנו הנצח. יעני אם כמורי כזנגי תו. חוי חודתו תו דסת גרפתי. הוא יהיה את הקונטרול. מי הגיבור? הכובשת יצרו. הוא יהיה גיבור שודי. אני פנסתי נצחות יסוד רו. קונטרול קוני. ותקומו לשום ברסים. וסלט בשום בדי. אני אינג'וס כהתגברות גיבור שודן לאוזן דרך. כאדם תעריר קונה. והחוי חודש רו קונטרול קונה. יעני הוא רסמת אז אחלוריית חוי כה. بده عوض کنه. به نتخه هنخش و دقیقه که این کنترل اختیار خواست و خدای خودش پس شد، الان به خصوص شبت که برخای ایه اشر ایه میگیم، همجوری که تعریف کردیم این معنی این اسم چیه، دقیقه که این رو متوجه شد، دقیقه که آدم تو این سما به احوتش رو کرد، گفتیم تشوبه به احبه چیه. اخ اخر که اصالو ها اوت شنی، گفت الان اوت دوم چی؟ شناسا یادو مچوراعت که شلگ و نترپه. یه دفعه گذاشت و
بیرون آورد شد سفیدک زده شد مصورا، دفعه دوم گذاشت آورد بیرون سفید شد درست شد. میگه این برنامه چیه؟ و زو که نگت خسد گورا تیفر دزیرم پی، برنامه دست هاست. هیده این که نگت خسد گورا تیفر که یده ها و زو شرمز دو شخسد گورا تیفر دزیرم پی شایو خسرین עכשיו הגיע הקץ, נתקנו אחר כך עשה לו עוד השלישי. אלן מורי כבס ושבין סטא אין סטא כי עשה, אברהם סור יעקב. עשיית החודה. ונילוהוי כזכותוי כאונה ברי מן גוזושתן. ונישנהוי כאונה ברי מן גוזושתן. یک تکامل موقعی که وست میشی به اصلیتت، وست میشی از کجا آمدی، به چه منظور آمدی و کجا میدی، یعنی که وستم به اصل خودم، به اصلیت خودم، که این اصل اصلم از کجا شروع شد. از روش هشم خودم تصمیم گرفت که چلم من چیه. کی میتونه به من کمک کنه؟ اشپزین ابراهام اسحاق یعقوب موشه آرون یوسف دوید شلمو، همه اینا اشپزینی هستن که اومدن به من کمک کنن که این چلمی که خداوند واسه من تعیین تکلیف کرده رو به نحو احسن بتوانم به تکامل برسونم. هدف رو فراموش نکنیم، اتفاقاتی که افتاد فراموش نکنیم، خاتمی که گرفتیم فراموش نکردیم. این خاتمه همین ایه اشر ایه است، رو این خاتمه من حساب میکنم. شلخ مایم من هیور و هیول دم، برو تو یور، یور صحبت کردیم یه صده، برو تو یور ماشه آب از تو یور در بیار و تبدیل میشه به دم. و زو که نگت خخمه بینه و دعه به زیران پین، یعنی چی؟ البته رو هر کدوم اینا صحبت زیاده. زمین انداختن میدونیم دنیای زمینی دنیای خاکیه که توش خوب و بد هست، نخش هست. یعنی که دنیای عبود دنیای زیران پینه. ابراهام ساقی یعقوب و یوسف دنیای زیران پینه. و ملخوت که یودا پادشاه شه و دوازده شبتین، شبتین ملخوت رو درست میکنن، نفش اسرائیل رو کامل میکنن در دوازده ماه. روح اسرائیل که دوشاست در عرض سال چکار میکنه؟ هر شش روزی شبات میاد و که دوشا میگیره. אני מקדש אתכם בכל שבת. פס וזיפי זכר היא נקהר שבת קורשו בקונה ביות שבת קדושה בגירה. چون به وسیله این کدوشه میتونه برخا بگیره، ولی کدوشه نمیگیره مگر اینکه یه خود کنه عنب بشه و بعد مسبب درست کردن کدوشه بشه. کار یعقوب بشه اسرائیل. שלח מים מן היור והיו לדם. זהו כנגד חוכמה בינה דעת. חוכמה בינה דעת, שרה, שג'ורים יש אב חון בשה. אגר, פעין בעבר נמשה. איש קודומים, קורא כקר. אדם באגר בעבר נמיר, שג'ורים, נמור, ג'זס, נעותה. בצ'רם יהיה און נצח עוד יוצא ואי, כי חסד גבורה תפארת הסבומי. הנה, תבינים רב צ'יטוזיב מדי. והוא הנה החוכמה בינה דעת הם המוחים. חוכמה בינה דעת שכל למה. ועד עכשיו לא היה זה רפים מלא מים נוקבים. ומוריד מים דוחרים. זה רמפין. الان کوچیک بود، بچه بود، فقط نطق خود یه صد بود. حالا به درگاهی رسیدی که شیوان کشیده، شیوان تفیلا خونده، متوجه شده که خداش بالاست، از خدا کمک میخواد. این ماهیه که من بیدار میشم، خدای خودم رو میدونم هست اونجاست و من از اون کمک میخوام که با احوا بتونم
تصحیح کنم خودم رو، بهتر کنم، خوی بهتری رو، ظروفی که لازمه رو تصحیح کنم و بسازم که روح کدوشتری در وجود من مستقر بشه که بتونه نفس تهورتری رو بسازه و سیغل بده که بیشتر نشمای من به توان مستقر بشه. این احتیاج گرفتن معین دخریم و معین نکریمه، یعنی این که من باید نابرده رنج گنج میسر نمی شود. گفتیم این گنجه چیه؟ این گنجه نشمای من، ایشی که قدرت ازش میگیرم نشماست، ایش نشمای منه. از این ایشه، ایشاش کیه؟ یکی روحه، یکی نفشه. ولی روح و نفش زخر نکوان خودشون، ولی هر دوتاشون ایشای نشمان، چون هر دوشون از نشما میگیرن، از نشما آمدن. همین جوری که خوا از آدم آمد، روح و نفس آدم هم از نشما میاد. پس روح و نفش نسبت به نشما چی هن؟ مؤنثن. ولی نسبت رابطه به خودشون روح ایشه و نفش ایش هست. به این وسیله من دخریم و من نکویم میگیرم. من دخریم نیرویست برخایست که از بالا میاد به پایین، من نکویم اون سور میره، اون اعمالی که من بدیار از خود جدا کردم و جایگزینش کردم با نور نیک خسل، اونها مان هستن که من میفرستم بالا. یعنی مسیرت نفش، یعنی مایم نکوین، یعنی آبی که از پایین میاد به بالا که در مقابلش مایم دخریم آب از بالا بیاد پایین. تا بخار از پایین بلند نشه به بالا، بارونی از بالا نمیاد به پایین. و اخشاب شهیگی کتس و نتکنو خخمه بینا دعد دیه دیا. الان اسرائیل به یک درگاهی رسیده که فهمیده که کسریش، تاریکیش، جهلش، نداشتن دعتش، چون موقعی که دعت نباشه تاریکی، ناگاهی تاریکی، موقعی که حقیقت بیاد تاریکی وجود نداره. اسرائیل الان این سه ماه آگاه شد، باید آگاه باشه. خنوکا بود، روش هاشانه بود، از کسریه های خودش، از نقطه های تاریکی خودش، به خصوص از خویی که خوی بد، عادت بد داره، عادت های بد، عادت ها باید الان بیشتر اصلا بشه نسخ خود یه سور خوی یتسر. این دوتا هست، دوتا خوی رو باید من بتونم تو این سه ماه سیغلش کنم، تسکیهش کنم، چون روح باید تسکیه بشه که بشه کدوشا توش بیاد. یعنی چی؟ چون تو اگر روحم کدوش نباشه برخا نمیگیرم. روح کدوش فقط اون روحی درست میشه که کدوش میشه که شش دیامین تعبود و بشیدهی بیاد خدا کدوش کنه اون کارایی که کرده، اون زحماتی بکشته. من نمیتونم کدوشا برم بخرم یا بگیرم یا برم یه جا بربرم، نه، این به من خدا میده طبق اون مقدار لیاقت و ظرفی که درست کردم. هر شیشو رعوی لحلوت ما این نکوین و لحورید ما این دخریم. و این ما این، موقعی که میگیم ما این میشه من، ما این میشه نبد من، و دم هو اوتیاد من دلت ما این دخریم. پس موقعی که خدا من به موشه میگه آب رو بگیر ما این، میگه باید اول بخار از تو برم بشه، تو ما این نکوین باید درست کنی، یعنی از تو حرکت، بعد از من برکت، نه از من برکت، بعد از تو حرکت، از تو حرکت، از من برکت.
پس اول تو باید مای نکوین بفرستی بالا، باید اون رنج قبول کنی که اون تکلیفی که به تو داده شده رو، و چون این تکلیف مستلزم اینه که من خودم رو بهتر کنم، عوض کنم، تعالی بدم، بالانس به وجود بیارم تو زندگی خودم، مستلزم رنج، زحمت کشیدن، تلقین، عادتی که باید میگه حذف عادت مورد مرض است. پس باید من یه کارهایی ببینم که مریض نشم. اگر یه عادتی رو میخوام عوض کنم، یک جور کمک از خداوند بخوام که کمک کنه طبیعت من قدرت اینو پیدا کنه، اون نوری رو بگیره که این عوضی که میشم بدنم شکه نشه، وجودم شکه نشه، ارا این به رحمیم انجام بشه. اینجاست که میبینیم چرا نور رحمیم لازمه. ادامه میداد و میگوید که لفیکه حدم همین دخریم. پس آب تبدیل میشه به این، تا مادامی که من نکویم به بفرستی من دخریم میگیری. و این نشونه نشانهایی بود، سه نشانی بودش معذرت میخوام، که خداوند نشون داد به موشه ربینو که چگونه میشه واقعا این تکامل زیرمپین رو، تکامل زیرمپین یعنی ساختمان کابنسای سنترال کار، نیروی وسط که قدرت داره چپ و راست دو تا متضاد رو با هم یکی بکنه، به این نیرو میگیم زیرمپین. و این زیرمپین نیروی اسم کدوش یود هیوافیه که در کلی تیفر که اوت امت ظاهر میشه، فقط تیفر بینای گوفه، بینای گوفه یعنی چی؟ بینای گوفه یعنی تولده یک خخماییه. یه این بیتی هست که تولدهش بیناست، ملخوتش بیناست. گفتیم این بینایه اول یه مخشبه است، یه فکر. بینا موقعی که ملخوت خخمه است شروع یک فکر. فکر خخمه است، از یه خخمه میاد. من باید یاد بگیرم که چگونه این فکره رو، اون درگاهی که فکرها شروع میشه که ملخوت عین بده، یک سینوری درست کنم، یک لوله ای درست کنم که از این خخمه وصف بشه بیاد به کجا؟ بیاد توی قلب من، که به این وسیله کیسه کبود رو توی قلبم پیاده کنم که بتونم خلق کنم تنی که قدرت تحمل اینو داره که نشما درونش مشکانی بشه که شخینای هشم درونش مستقر بشه. درست کردن این سینور میشه رتون موشه. موشه است که یاد به من میده چگونه با لیت اسکی به تورا، یعنی راه تورا رو راه زندگیم بکنم، که این چنل رو بتونم درست کنم که اون نوری که لازمه، اون برخایی که لازمه، دنیای برای خودم تو دنیای پایین بسازم که تیفر امت کدوش باروخو و شخینتا درونش مستقر بشه. این تسول مشکان و شخانتی به تو خواهد. تیکون این کار از چی شروع شد؟ از دنیای نکودین، از دنیای نقطه ها، از دنیایی که نقطه هر چیزی، نقطه به نقطه آدم باید نگاه کنه به نکات زندگی زندگیش. هر واقعه ای تو زندگی من یک نقطه ای حکاکی کرده، هر نقطه ای که درست شده یک درسی، یک علمی رو برای من ساخته، تهیه کرده که به این وسیله من بتوانم اون که علمی که لازمه رو به تکامل برسم. همه اتفاقایی که برامون میفته خوبه، اونجاست
که من بتوانم از این وجود، از این آدمی که کامل خدا شکل و شمایلش رو درست کرده، اون و این وجود رو یکی بکنه. اخد به این میگیم هو. اونو من هنوز نمیدونم کیه، چجوریه، خدا چه خواسته. هو به شما مشمو شد اخد این راز این صحبه. موقعی که با اون سرمی که خدا واسه من تعیین کرده این وجود و کار بود یکی شد، من به درگاهی رسیدم که هو به شما اخد. برای همین توی تفیلا آخر هر حرف به یوم او یه ادونای خد او شما اخد بیوم اهو ادونای خد و شما اخد. اینجاست که آدمی که خداوند در فکر خودش از این سو هدفش نقطه مرکزی فکرش این آدم هست، تکامل این آدمه یعقوب و یوسف و دوازده شبت من، تکامل این آدم باید به این حد برسیم. گفتیم یعقوب به ما یاد میده با کمک اون بریتی که عهدی که با خدا داره به حد الان موفق بشه. آمین کنی رسول. اگر سوالی هست من در خدمت. اگر حالا همیگی خوبه امید خدا فرد و شب مگین دوید این فکر رو این درست رو ادامه میدیم ساعت هفت شب. آرزوی دیدار یکی شما ها رو دارم. دوستان فیسبوک خداحافظی میکنم و امید دیدار شما شما دوستان خوب هستین همتون؟ اینکه همه خوابی باروخ هشم ما خوبیم. شما خسته نباشید. سلامت باشین. آیا سوالی هست؟ یه درسی رو یه حرفی رو من خدا تو کلم گذاشت که با یکی از دوستان این شبات شیر کردم. با اون حرفی که خودم زدم به خودم تأثیر گذاشت. با اون حرف این بود: مگر شما پدر نیستید؟ چرا؟ مگر شما توقع ندادین که اگر سوالی هست، درسی هست، اشکالی هست، کاری میخوام بکنم که عادی نیست، میرم از پدر میپرسم آیا پدر صلاح میدونی من این کار رو بکنم؟ سوال میکنم. مگر این کار درست نیست که آدم اینقدر به پدر خودش نزدیک باشه که بره بگه پدر من فکرم یه همچین کاری رو میخوام بکنم، شما چی صلاح میدید؟ چرا آدم دوست نداره این سوال رو بکنه؟ چرا آدم سوال رو نکرد؟ Because he knew better in his mind. His dad was better. Maybe. من فکر می‌کنم چون برگرده به همون چیزی که اون اول بود، اون جایی که شروع کرد گفت منم میخوام مثل تو بسازم، منم میخوام بیافرینم که این سرمنشه آفرینه شد، اون حس به اشتباه انداختش. شاید این باشه، این باعث شد که یه ذره بیشتر از اون چیزی که باید به خودش
متکی شد. من اینجوری نشد که این کار رو بدون خدا نمیتونه انجام بده. نه من فکر میکنم اشتباه کرد، چون وقتی من داستان هر دفعه به خودم مرور میکنم یه حالت شلوول بودن، حالا من به لغت خودم میگم یه حالت تسلیم شدن تا هوا اومد گوگو باشه، یعنی اصلا خیلی راحت همه چیزو، شاید به خودش مطمئن بود، شاید فکر کرد که خدا بهش اجازه بیش از حد داده. آیا علتش اینه که شما بلد نیستین سوال کنین؟ نه سوال میتونست بپرسه. خب ببینید یه تجربه قبلش داشت، اینکه خدا اومده بود ازش با اسم رو پرسیده بود و همه رو جواب داده بود، شاید فکر میکرد باز هم میدونه، شاید فقط متوجه شد کسریش چیه. خب درسته، ولی چرا بیش از حد همینجا ادامه داد؟ میدونید یه از یه آدم موقعی که نگاه کرد کسری ها رو دید. آخه کسری ها در مقابل نقطه من این جلو من منظور دارم این سوال رو میکنم در اون موقع که این بحث داشت بین خدا بین نخش و آدم اتفاق میافتاد، آدم در چه حالتی بود؟ نفس خود یسو نفس خدا همین الان به ما یاد داد که تا مادامی که تو این مرحله هستی نخش اونجاست و تو عارف نخش نیستی. همین الان به ما یاد داد ما هنوز همون آدم هستیم. هنوز نمیریم پیش بابامون به بابامون بگیم بابا شما چی فکر میکنین؟ عقیده شما چیه؟ ما بچه های خودمون بهتریم، بچه هامون توقع داریم که اونها اگر اشکالی دارن گرفتاری دارن اول بیان پیش باباشون. همینجور هم خدا حرفتون درسته، ولی تفاوت فاصله بین نسل ها چی میشه؟ حالا من توی میکنه تو هر موقعیتی که هستم همون الگو فرق میکنه، تو همون موقعیت همیشه همونه، هیچ فرق نکرده همونه، هم من همون آدمی هم که تو گاه ندنم. درسته من قبول دارم حرفتون، حرفتون 100% درسته، هیچی فرق نکرده. من نمیخوام توجیه کنم، من منظورم یه چیز دیگه است. نه. من میگم چرا این اشتباهی داره تکرار میشه هر نسل به نسل؟ برای همینه داریم انگوش گذاشتیم که اینو تو خودم ببینم الان وقتشه، الان وقتشه چگونه عشق به خدا به وجود میاد. موقعی که من بفهمم درخواست کنم که ای خدا من چیکار کنم که لیاقت این عشق رو داشته باشم، میگه خیلی ساده، اون چیزی که بده از تو خودت بیار بیرون، عشق من جایگزینش میشه. کل تو وی میگه کل تو وی هر چی از من خوبه در وجود تو میاد. این امروز صبح گفت ولی تو باید جا بذاری واسه من، جا وا کنی. جا وا کردن اینه که اون چیزی که بده بکنی بیرون که من جایگزینش بشم، و این رو من باید متوجه باشم هر لحظه زندگیم. تا مادامی که مار تو زندگی من هست یعنی تو کتموتم، یعنی تو دنیای تاریکی و نادانیم. ولی هر روز خداوند اجازه به من میده که این دنیای تاریکی رو کمتر و کمتر بکنم. ولی اگر من گوش ندم، جویایی نکنم، اقلا جویایی کنم ببینم ما هممون یادمون رفته که آقا جان من روششانایی بوده، سلمی، خاتیمایی بود، برنامهی بود. خب بعد اونا چی شد؟ سلم من همونجاست یا همونجاست؟ نه یه تعیین و تکلیفی به من داده شده که من باید جویایی کنم که کار روح و نشامه روح و نفس من چیه که این نشامه باید تعالی پیدا کنه بیشتر بشه. چون گفتیم ایش اون کسیست که قدرت داره دنیای اتسیلوت و یسیرا و بریا رو با هم یکی کنه. ایشا اونی که از ایش الف و شینشو میگیره، یودم توشه ولی خیریکه توشه به عنوان نقطه است، مثل نقطه‌ای که تو رحم زنه که
عمل رو انجام بده. کی عمل رو انجام میده؟ نفش، ایشا، گوف من، تن من. من اگه پای من نخواد جایی بره، دست من چیکار میکنه؟ نمیخواد بره اینجا، چاره نداره، به پای من محتاجه. واسه اینه میگیم تیکون رگلی. رگلیم اگه یه یود بذاریم، یه خخمه بذاریم، میشه رگیل. رگیل یعنی عادت. پس خداوند به من فرصت میده که عادتهای خودم رو تو لیولهای مختلف تحصیل کنم. چون عادتها هستن که یا منو تهور میکنن یا تمه، یا کادوش میکنن یا خس و شلوم ناکامه تمه تره. آدم اینا رو نمیدونه سارا. آدم قدرت دید چشی داشت. زهر میگه خوب توجه کن، گفتیم این آدمه چه نفس چی بودش تو چشش، چه اوری، اور نفس. ولی با این اوره میتونست اول دنیا تا آخر دنیا رو ببینه، میتونست ببینه، میتونست آخر عاقبت همه چیز رو ببینه. ولی این دید و چشم رو داد به کی؟ به تعوی گوف، به لذت بدن. بدن نگاه کرد و آقای لذیذ من بخورم، کیف میکنم، میشم مثل خدا. غرور گرفتش، انو هیچی نشده، میخواست خدا بشه. امروز صحبت کردیم الوکیم، با اینکه الوکیمه میدونه جاش کجاست، وظیفش چیه. الوکیم میدونه وظیفش چیه، جاش کجاست. همه باید بدونیم، یاد بگیریم که جامون کجاست، وظیفمون چیه. هر کی جای خودش رو باید بدونه. خب شما اوکی این همه؟ شالوم باشین. امید دیدار فردا شب. من هنوز اوکی نیستم. من هنوز اوکی نیستم. سوالتون منو برد تو فکر. من جوری به هم ریخت بکرم. خیلی نداره. این خوبه. این خوبه. این باعث موفقیت من میشه. فکر کنی. سوال کنی. بپرسی. موفق میشی. قول بتونی. چون چیزی نمیخوان جز امت و حقیقت. بچسبیم به اون، نترسیم از چی. بچه هر چیزی که هر هست باور کنه، قلبتون میدم شب میخواد این صبح میفهمید. خدا بوده، خدا هست و خواهد خواهد. ادنای آیا او به بیه به امید دیدار. شلوم باشین کلتون. تمام شلوم باشین. شلوم. خزاکورو.